کلاغ مهمون کلاسمونه. نگاه کنین کلاغ رو، نگاه کنین. اون کلاغ میخواد به شما خوندن و نوشتن کلاغ رو یاد بده. این کلاغ میخواد به شما خوندن و نوشتن کلاغ رو یاد بده. بچه جون امروز براتون یه چیستان دارم، خوب گوش بدید. کی میتونه جواب چیستان منو بگه؟ من کیستم و من کیستم، با میخ و تخته مشغول کارم، کار خودم رو من دوست دارم، در میسازم، پنجره میسازم، میز میسازم، همه رو با چوب و تخته میسازم. من کیستم؟ نجار. خب دختر های گل من، نجار رو هوا بنویسیم برای من. نه حاج محمدی هستم، آموزگار پایه اول. سال 68-69 وارد آموزش پرورش شدم. حدود 20 سال سابقه کار دارم. دوره کودکیم رو در روستای محمد آباد، یکی از روستاهای پیشوا، سپری کردم. دوره دبستان راهنمایی رو همونجا تموم کردم، اما دوره دبیرستانم رو پیشوا می اومدم درس می خوندم. از همون بچگی به معلمی بسیار علاقه داشتم. زمانی که دیپلم گرفتم اولین شغلی هم که مد نظرم بود همون معلمی بود. هر وقت دو حرف یکسان پشت سر هم بیان، یکی تو بخش اول، یکی تو بخش دوم، یکی نشسته تنها، یکی با دوستش اینجا، هم دیگر رو دوست ندارن، یکیش میره جدا میشه، واسه اون یکی یه تاج میشه، یکیش میره جدا میشه، واسه اون یکی یه تاج میشه. اون حرف اول ما چون حرکت و دوستی نداره تنها میشه دوباره. اون حرف دوم ما با دوست مهربونش میاد رو حرف اول کاملا میشینه، میاد رو حرف اول کاملا میشینه. اون حرف اول ما پنهون شده بچه ها، اون حرف اول ما پنهون شده بچه ها. بعد از اون دیگه شما نمیبینیش، شکلی به نام تشدید، شکلی به نام تشدید بالا سرش میبینی، شکلی به نام تشدید بالا سرش میبینی. معلم کلاس اول معلمی باید باشه که بسیار خلاق باشه و مثل بچه ها خودشون صحبت کنه و مثل بچه ها رفتار کنه و هر روش هایی هم که برای تدریس به کار میبره یکسان نباشه، یعنی هر روز الگوی تدریسش، روش تدریسش با روز قبل فرق داشته باشه. بچه ها همیشه منتظر یک روش تدریس جدید باشن. بچه ها امروز میخوایم یه نشانه جدید رو به شما آموزش بدیم، اما نه تو کلاسمون، با همدیگه میخواییم بریم توی حیات اون درس جدید رو یاد بگیریم. الان از همین میز اول به ترتیب میایم میریم تو حیات آروم، همین حیات جلو. خب همینجا بریم تو حیات. بفرمایید آروم بیا، بیا دخترم، بیا شما آیناز جان، بیا سوگل خانم، بیا دخترم شما، آروم آروم آروم. چون بچه ها سنشون هم کمه و معمولا میتونن 10 تا 12 دقیقه سر کلاس راحت بشینن، به گفته های معلم توجه داشته باشن، بیشتر سعی میکنم که از روش های قصه گویی، شعر، داستان، ایفای نقش، یادگیری مشارکتی استفاده کنم که خود بچه هم در هنگام تدریس فعال باشن.
و بیشتر معلم محور نباشه، بلکه دانش آموز محور هم باشه، بیشتر بچه ها شنونده نباشن و به صورت پرسش و پاسخ هم نباشه. آروم بشین بچه اونجا، یه چند نفر رو صندلی بشینین، چند نفر هم لبه اون جدول. آروم بچه ها، امروز مهمون کلاسمون یه کلاغه. کلاغ اومده توی کلاسمون، نگاه کنید، کلاغه اومده توی کلاس. خب کلاغ میخواد به شما امروز خواندن و نوشتن واژه کلاغ رو آموزش بده. اومده خواندن و نوشتن واژه کلاغ رو به شما آموزش بده. اما بچه ها، تنها این کلاغ مهمون کلاس ما نیست، چند تا حیوان دیگه هم داریم. شما فقط باید به قصه‌مون خوب گوش بدید، بعد اون وقت تا بتونیم اون کلمه ها رو بنویسیم. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا، گوش بدید، اینجا هیچ کس نبود. یه روزی آقای جو از خونش اومد بیرون، از لونش اومد بیرون، رفت روی یک شاخه درخت نشست، کلاغ رو دید، دنبال کلاغ پر زد و رفت. رفتن و رفتن تا رسیدن به یک باغ. وقتی رسیدن به یک باغ، زیر سایه درخت نشستن. همینجوری که نشستن، خانوم مرغ رو دیدن. خانوم مرغ بهشون گفتش که جو، چرا تو اومدی الان بیرون؟ چرا الان روز از لونت اومدی بیرون؟ آخه نور زیاد چشم تو رو اذیت میکنه، چشم تو رو اذیت میکنه، زود باش برو توی لونت. جو تا خواست حرفی بزنه، مرغ بهش گفت اما و ولی نداره زهرا جون. بعد یک دفعه صدای ویز ویز زنبور رو شنیدم. این زنبور بهشون گفت میایم با هم بریم بازی کنیم؟ گفتن بله. گفت اگر بیایم بازی کنیم توی بازی دعوام بشه، ما رو با چی میزنی؟ بعد زنبور گفت خب معلومه، با نیشم میزنم. یک دفعه مرغ و جغد و کلا جیغ زدن. از صدای جیغ اونا، بزغاله‌ای که زیر درخت خوابیده بود بیدار شد. بعد زنبورم پر زد و رفت تا رسید به یک قنچه. قنچه بهش گفت چرا انقدر قصه میخوری؟ چرا انقدر غمگینی؟ گفت آخه مرغ و کلاغ و جغد با من بازی نکردن. گفت خب بیا با خودم دوست بشو. گفت اگر توی بازیامون دعوامون بشه چی کار کنم؟ گفت هیچی، وقتی تو به من نیش بزنی، با نیش چیره گل منو میمکی، عسل خوشمزه درست میکنی. زنبور و قنچه گل با هم بازی شدن. دیگه زنبور غمگین نبود، قصه نداشت. خیلی خوب، واژه هایی که توی این قصه‌مون شنیدید قنداش، حالا توی دفتراتون بنویسید. الان که من برمیگردم به دوره کودکی خودم، حالا دوره ابتدایی، میبینم که چقدر سیستم آموزشی فرق کرده، بچه‌ها هم چقدر فرق کردن. بچه‌ها فعالتر شدن، انتظاراتشون از معلم، از خانواده، از محیط آموزشی بیشتر شده، بیشتر میطلبن، یعنی از معلم دانش بیشتری میخوان، کار بیشتری رو میخوان. در صورتی که زمانی که ما خودمون بچه بودیم، معلم میومد برای ما تدریس میکرد، ما بیشتر به معلم نگاه میکردیم، بیشتر شنونده بودیم، کار خاصی انجام نمیدادیم. اما الان روش‌های آموزش فوق‌العاده تغییر کرده. من از روی درس میخونم، هر واژه‌ای که قین داشت شما صدای مرغ در میاری، درسته؟ لایک پشت و مرغابی ها، دو مرغابی و یک لایک پشت در کنار آبگیری زندگی میکردن. با گرم شدن هوا آبگیر هم خشک شد. مرغابی ها مجبور شدن از آنجا بروند. لاک پشت گفت من هم با شما میایم. مرغابی ها گفتن تو که نمیتوانی مثل ما پرواز کنی. لاک پشت غمگین شد. مرغابی ها با هم فکر کردن تا راهی پیدا کنن. بچه ها خسته نباشین، یه دستورای بلند برای خودتون. آفرین. تا
کی من معلم بشینم سر کلاس فقط سخنرانی کنم بقیه گوش بدن؟ اونا ظاهرا به من نگاه میکنن اما حواسشون جای دیگه است. اما وقتی خودشون درگیر باشن، خودشون دارن کار انجام میدن، وقتی من میگم قصه رو گوش کنی، حالا بعد از قصه کلمه‌هایی که توی قصه هست به کار ببرید، رو هوا بنویسین، رو کمر هم بنویسین، یا فردا اون قصه رو تعریف کن. اوایی که سواد خوندن نوشتن ندارن، بچه ها میرن تو خونه تعریف میکنن قصه رو، میرن تو خونه تعریف میکنن برای مادر، مادر مینویسه. یعنی من فردا وقتی اون قصه ها رو میخوام واقعا لذت میبرم، میگم اینقدر بچه های من قوی گوش دادن، یعنی یک واو رو جا نمیندازن. البته داریم بچه هایی هم که قدرت شنیداری، خب این طبیعیه که باید شنیدنشون رو تقویت کنیم. یعنی وقتی من دارم خب یه قصه ای رو تعریف میکنم توی کلاس، فردا به حالا کادر دفتری یا شما اینجا باش، میگم که این همون قصه ای که بچه مادر اینجا نبوده، قصه من نشنیده، بچه رفته برش تعریف کرده، اون نوشته. این خیلی جالبه که میتونه انتقال بدن. بچه های گلم، دختره خوبم، فردا دو تا از دوستاتون خانم فاطمه تاجی، خانم زهرا عرب سالاری میان مدرسه برای شما نشانه پرو تدریس میکنن. این دوتا دوستتون امروز میرن منزل با کمک ماماناشون، قصه میسازن، داستان میسازن، وسایل لازم رو تهیه میکنن، هر چی که برای یک تدریس خوب لازمه با کمک مامانشون تهیه میکنن. اگر میخوان کار دستی بسازن، لوازم لازم رو تهیه میکنن، با خودشون میارن مدرسه تا ببینیم این دوتا دوست چگونه معلم میشن. بچه ها منتظر میمونیم تا فردا صبح ببینیم این دوتا دوستمون چی کار میکنن، با چه روشی به شما درس میدن. سرکار خانم حاج محمد نیروی بسیار فعال و خلاقی هستن، در کارهاشون، در آموزشهاشون از قصه، داستان و نمایش خلاق استفاده میکنن. ابزار و وسیله در کار ایشون نقش خیلی زیادی داره، ولی من به عنوان مدیر مدرسه همیشه سعی کردم که تشویق مشوق ایشون باشم و اگر وسیله ای رو از من خواستن بلافاصله سعی میکنم که در اختیارشون قرار بدم، چون میدونم که در ارتقای سطح تدریسشون میتونه خیلی مؤثر باشه. کار خیلی جالبی که ایشون میکنن درگیر کردن والدین هست، که حتما با جلساتی که میذارن مشارکت والدین رو میطلبن، به خصوص مادرها رو، و مادرها در این کار خیلی علاقه از خودشون تا به حال نشون دادن. معمولی یا از این دولتی ها؟ نه فانتزی ها بکنم. فانتزی بدم به؟ یه محوای رنگی هم بوم بدم. بعد نارنجی باشه. معمولی فانتزی یه محوای رنگی یه دوستم بده از این قرمز با نارنجی از هر کدوم بده. زحمت کشمون رو به من بدیم همون رنگشی که میخواید. یکی چند بده؟ دومت از این بده، دوستمت دومت هم از این. از شما دارم.
خیلیش مهم. چهار دن الان توپا هم به اون بده. سه چهار دن؟ بله. جور شد چهار تا اگه بخواید دیگه چهار تا میشه دیگه. همون چهار تا رو بهتون میدم. از شما در نکنم خود خورد نداشین یه دیویست همانی؟ نه دیگه خورد ندارم خیلی ممنون خواهش من قربان شما بسر چی میخوان؟ خانمم گفته فردا باید بیام درس پر رو بدم. میخوای معلم بشی؟ آره؟ باکنه. دوست داری بزرگ شدی معلم بشی؟ خیلی خوبه. خب فاطمه روی اینا چی بنویسم برای درس فردا؟ مثلا با پ چی بنویسم؟ پرستو. اینا رو بگیر بالا نشون بچه ها بده. خب پرستو. این آماده شد. خب حالا رو این چی بنویسم؟ بنویس سو. پس پرستو با کدوم په بود؟ با پ غیر آخر. سوپ با کدوم په بود؟ پ آخر. آفرین، معلومه خودت خوب یاد گرفتی. خب سلام، صد تا سلام، 1300 تا سلام، سلام به روی ماهتون، به گرمی نگاهتون، سلام به هر چه خوبیست، مهر و صفا و دوستیست، گلهای باغ ایران، امیدوارم خوب باشید، همیشه محبوب باشید. من اینکه امروز سر حالم، نزد شما خوشحالم. حال شما چطوره؟ خوب و خوش و سلامت، خوشحال و پر خوبید، خوشید، سلامتید، انشاءالله کسالتی ندارید. شکر خدا خوب هستید، سر جهانمون نشستید. نکنه که غایب داریم؟ الحمدلله غایب نداریم. اول کار بچه ها؟ میگیم نام خدا. خدا که مهربونه. خب ممنونم که میبینم دختره گلم همین خوشحال و خندون و سرحال نشستن سر جاشون. بچه ها دیروز یادتونه که با هم دیگه قرار گذاشتیم هر کس گل باشه، خوب باشه، درساشو خوب بخونه، تکالیفشو به موقع انجام بده، به نوبت میاد معلم میشه؟ بله یادتونه؟ بله. بله
امروز دو تا از دوستاتون معلم کلاس هستن، خانم فاطمه تاجی، خانم زهرا عرب سالاری. امروز میخوان اینا معلم کلاس باشن، بیان برای شما تدریس کنن. ببینیم چی میخوان واسمون تدریس کنن، کدوم حرف الف با رو میخوان واسمون تدریس کنن. بهشون قول بدین که باهاشون همکاری داشته باشین. قول میدید؟ ممنونم. فاطمه جون، زهرا جون، بلنشین بیاین بید بیرون. بعد بچه ها ببینن شما چگونه آماده میشین میاین داخل کلاس. منم میرم کمکشون ببینم چی کار میکنم. شما بسنی دخترم. هنر معلم اینه که راه یادگیری و راه اکتشاف و کشف کردن رو به بچه یاد بده. اگه من یه ماهی به یه نفر بدم، یه وعده غذا به اون دادم. اگه دو تا ماهی به اون بدم، دو وعده غذا به اون دادم. اما اگه ماهیگیری رو به اون یاد بدم، یک عمر اون رو بی‌نیاز بار آوردم. معلمی هم همینه. باید راه یاد گرفتن رو، راه کشف کردن توسط خود بچه رو به اون یاد بدیم. این که بچه خودش کشف کنه، یعنی اون یادگیری مادام العمر زمانیه که خود بچه کشف کنه، خودش به نتیجه برسه، خودش یاد بگیره و فقط معلم هدایتگر اون باشه. بچه ها برای مهمونای کلاس دست بزنین. برو بالا عزیزم. بیا زهرا جون. برو بالا عزیزم. خب دخترای گلم، مهمونه کلاسمون امروز کیه؟ پروانه رنگارنگ. پروانه اومده امروز خوندن و نوشتنشو به شما یاد بده که پروانه چگونه نوشته میشه. دوست دارین خوندن و نوشتن پروانه رو یاد بگیرید؟ بله. خب تا ما با صدای پ آشنا نشیم نمیتونیم کلمه هایی که پ دارن رو بنویسیم. خب فاطمه خانوم، خودتو معرفی کن، شعرتو برای بچه ها بخون. سلام سلام بچه ها، گل های توی باغا، براتون چی آوردم؟ خوراکی مفید آوردم. باغا گلستون دارم، پسته خندون دارم، پسته بخور همیشه، بهتر از این نمیشه. حالا بچه به من بگین پ مثل پسته، پ مثل پسته. آفرین. یه تشویق بارونی دوستتون رو بکنی. شور شده بارون. بله. زهرا جون خودتو معرفی کن به بچه ها. خوراکی دارم، خوراکی دارم، خوراکی برای بچه های خوب دارم. بچه ها، زهرا جون امروز 4 تا پاکت برای شما آورده، داخلش هم خوراکی های مفید و غیر مفیده. هر کسی که حدس بزنه داخل این پاکت ها چیه، در پایان تدریسشون به شما جایزه میده. حالا من پاکت ها رو ازشون میگیرم. اجازه بدید که فاطمه جون یه قصه خوشگلم برای شما تعریف کنه. نقاشی قصه رو من براتون میکشم، فاطمه خانم قصهش رو براتون تعریف میکنه. بچه ها من نقاشی چی کشیدم؟ ارمه کنه. فاطمه جان بیا اینجا قصه رو تعریف کن برای من. خب قصه‌ش رو تعریف کن. یکی بود یکی نبود، جز خدای مهربون هیچ کس نبود. یه روزی غیر آخر با به آخر تو خونه نشسته بودن، حسابی هم حوصله‌شون سر رفته بود. بعد رفتن پارک، اله کلنگ سوار شدن، دیدن نمیتونن چون یه دو تا نقطه داشت از به
سنگین تر بود سبک نمیتونستن چیزی سواشن یه ذره نشستن گریه کردن. بعد پروانه خانم اومده بهشون گفت چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ یه غیر آخر گفت آخه ما نمیتونیم فصیل وازی سواشیم چون من سنگین تر از بم سبک ما نمیتونیم چیزی سواشیم. بعد پروانه خانم گفت من به یه غیر آخر یه دونه نقطه میدم به آخرم دوتا. بعد حالا شما با هم دیگه شدین حالا دیگه با هم دیگه میتونین بریم بازی کنین. غیر آخر با آخر رفتن بازی کردن. ببین یه نقطه خیلی مهمه، اگر کم بذاری یا زیاد بذاری شکلش عوض میشه، صداش عوض میشه. پس به من قول میدین که در گذاشتن نقطه ها دقت کنی؟ بله. خیلی خوب، ممنونم از همکاری خوبتون. حالا دوستتونو یه تشویق هلیکوپتری کنی؟ آفرین. حالا زهرا خانم هم یه قصه میخواد برای شما تعریف کنه. بچه‌ها جون به قصه زهرا خوب توجه میکنی؟ هر کلمه‌ای که صدای پ داشت بلند اون کلمه رو تکرار میکنی، هر کلمه‌ای که پ داشت بلند اون کلمه رو تکرار. زهرا جون قصه رو تعریف کن. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود هیچ کس نبود. یه روزی غیر آخر و پی آخر اومده بودن کنار دریا، داشتم به خورشید که نورش پخش شده بود نگاه میکردن. ببینید بیشترین روش آموزشمون روش بازی، شعر، قصه گویی، داستان، روش های مشارکتیه. وقتی که بچه با معلم هم حس میشه، دانش آموز با معلم هم حس میشه، با معلم هم اندیش میشه. یعنی اینکه میتونه قشنگ فکر معلم رو بخونه و مثل معلمش فکر کنه. منم باید مثل بچه‌ها رفتار کنم، یعنی اینکه حالا نه اینکه رفتارم خیلی کودکانه باشه، یعنی اینقدر ارتباطم صمیمی باشه، اینقدر بچه‌ها منو دوست داشته باشن، اینقدر علاقه داشته باشن که فردا رو خیلی با اشتیاق راحت تر به مدرسه بیان. میپزد. آفرین و آفرین. گل گفتی آی گل گفتی. خب شما یواش آروم. کمپوت. چی؟ کمپوت. یه بار دیگه با دقت بخون. کمپوت. کمپوت. از بچه ها اینقدر هول شد برای جایزه دقت نکرد. خب جایزه شو بده. بله. بچه ها کوسه رو نگاه کنیم. بچه ها یه تشویق جیک جیک انجام بدیم براشون. بانجه اون شور نشاط بچه ها، اون علاقه بچه ها در منم تأثیر گذاشته، یعنی باعث میشه که منم با انرژی وارد کلاس بشم. وقتی من این همه اشتیاق و ذوق علاقه رو میبینم، منم نسبت به کارم علاقه من میشم، منم با اشتیاق وارد کلاس میشم، منم سعی میکنم که بهترین روش ها رو برای دانش آموزانم داشته باشم.